عشق را تفسیر و صد معنا نمودن، عاشقان تیر او را راهی دلها نمودن. عاشقان صد کتاب از لیلی و مجنون نوشتن، روز و شب وعده ها در مسلخش اجرا نمودن. عاشقان در میان صد هزاران راه ناهموار و سخت، راه خود را عاقبت پیدا نمودند. عاشقان با سلام خدمت شما سپر هستم و خدا رو شکر میکنم برای این فرصت که میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. میدونم که شما بهتر از ماها خبر دارید که 14 فوریه روز ولنتاین هست در امریکا و در یا در هر کجا بهش میگن روز ولنتاین یا ولنتاینز دی یا روز عشق، روز محبت. و در این روز قلب‌های شکلاتی، پلاستیکی، کاوچویی و غیره به هم دیگه، دخترها، پسرها، زنها، شوهرها هدیه میدن و محبت خودشون رو نشون میدن. واقعا خدا رو شکر میکنیم که در کنار دنیایی که غرق در گریه و درد و رنج و عذاب، یک شرایطی هم وجود داره، یک یاداوری هایی وجود داره که انسان رو به شادی و عشق و اینطور چیزها میکشونه. یادمه در یکی از روزهای همین روز عشق در کالیفرنیا بودم و توی ماشین دوستی با من بود و گفت که بیا با بیمارستانی که از افراد که دوست من هست خوابیده اونجا تو بیمارستان، شما باهاش صحبت کن، یه کار کنی آقا به راه راست بیاد. گفتم راه راست کار من و شما نیست، بعد خدا بیاره آدم ها رو به راه راست. و باش صحبت کردم، گفتم سلام کردم اینا، گفت آخ اوخ در داد بیداد ناله نفرین لعنت. گفتم جریان چیه؟ گفت آقا مردشو هرچی ولنتاین ببره، این روز روز عذاب زندگی و بدبختی و بیچارگی و دردمندی منه. گفتم چی شده هموطن عزیز، ایرانی عزیز، نازنین؟ گفت آقا این روز روزیه که تمام گرلفرندای من از من وقت میخوان که ما با هم دیگه باشیم و من همیشه اشتباه میکنم. آقا این بارم تاریخی که ساعتی که این باید بیاد و به اون گفتم، ساعت اونو باید به این بگم، اینو به اون گفتم، چهارمی هم اون ساعت همین قاطی شده. آقا ما در روز ولنتاین دیدیم دوست دختر شماره یکمون رسید و همینطوری داشتیم شکلات و اینجور چیزها رو به هم دیگه هدیه میدادیم، آقا از بدبختی شماره دو رسید، دو به یک، گفت تو کیستی؟ اون گفت تو کیستی؟ هر دو افتادن به جون من. آقا شما نگو، اینقدر نما رو زدن که نوبت سومی ساعت 12 رسید، اونم گرفت ما رو به زدن و اینقدر ادامه پیدا کرد که چهارمی هم متاسفانه از راه رسید، با گلدون و اینجور چیزا زدن تو سرم. الان آقای سپر 18 تا بخیه سرم خورده و من در اینجا. گفتم دوست عزیز شما اصلا شما چرا اسم ولنتاین و عشق و اینا میبرید؟ شما راجع به یک غریزه جنسی صحبت کنید و تمامش کنید بره. اصلا ولنتاین در زندگی شما معنی نداره، این عشق ولنتاین در ارتباط با عشق صحبت میکنه و اونی که شما سرت اومده این زناکاری و فحشای مطلقه و لطف کنید خودتون رو قاطی مطلب نکنید. عشق مقدس، خدا عشق رو آفریده و حق قانونی هر دختری است، هر پسری است، عاشق بشن، بسوزونن، بسوزن، لذت ببرن و این طبیعت رو از خداوند شاکر باشن و زندگی کنن. منتها این عشق تفسیرهای مختلف پیدا کرده. یکی از تفسیرهای عشق همین هموطن عزیز ماست که در همزمان با چهار دختر دوست بوده و این از اون نمیدونسته، اون از این نمیدونسته تا روزی که گندش در اومده. یک کسی عشق رو به روابط جنسی ختم میکنه، یک کسی عشق رو به تعهد و مسئولیت داشتن ختم میکنه،
یک کسی میگه آقا شما قانون گفتی باید بکنی و سند و امضا و شیربها و خونبها و زیرلفظی و اینجور چیزاست. عشق یعنی این آقا، عشق یعنی سرت بنداز پایین، اون روبندتو بنداز، هیچ کی نفهمه و اطاعت مطلق بکن، این یعنی عشق، تمام شد. اما عشق اینطور نیست. عشق جاده دو طرف است. عشق خیلی رمز و رازهای بزرگی داره که اون مطالبی که اون آقا تجربه کرده اصلا دنیای متفاوتی است و من ایمان دارم که دخترهای ما و پسرهای جوان و روشن فکر ما میتونن بگن آمین. برادر سپر آمین. عشق با هوس با غریزه جنسی اصلا تو دنیای جداست، فرق میکنه. حالا قبل از اینکه وارد درس بشم میخوام بگم که ما تا چندی پیش همین بعد از ظهر داشتم به این فکر میکردم که چرا حیوان توی خونه نگه میداشتیم. یادتونه گربه، سگ، حتی بعضی خانواده ها سگ و غیره نگه میداشتیم و حتی گاو، گوسفند نگه میداشتن، بز و بزغاله و گوسفند و خرگوش و اینجور چیزها، توتی و غیره. و میگفتن که حیوان اگر تو خونه باشه هر گونه بلایی که بیاد بلا میخوره به جون این حیوان و بلا از ما رد میشه. خب شما میدونید، منم میدونم، خرافات 100%ه و همچی چیزی نیست. خیلی خونه ها بودن که سگ و گربش زنده بودن، خانواده همه کمپلت هجرت فرمودن و تمام شده رفته. پس بنابراین ادهی سگ و گربه یا حیوان یا چیزی، مخصوصا حیوانی رو نگه میداشتن، گربه ای رو میگفتن خورده های سفرمون رو بدیم و سر ترحم بود. اما به آمار امروز که نگاه میکنیم اصلا معنی سگ و گربه نگه داشتن تو خونه یا توتی یا سایر چیزها فرق کرده. امروز مردم، حقیقت عرض میکنم، به خاطر بعضی از محرومیت های عاطفی است، ضربه های عاطفی است، احساس تنهایی است و خلع، کمبود اعتماد، میگه سگ نگه میدارم، بهش اعتماد میکنم، محبتم میکنه، محبتش میکنم، عاطفه داره، کمبود عاطفه است. امروز اگر اونقدری که در غرب به سگها و گربه ها رسیدگی میشه، به بچه ها رسیدگی بشه از لحاظ عاطفی و روحی که اون فقر از بین بره، من مطمئنم که آمار سگ و گربه نگهداری کم خواهد شد در نسل بعدی. پس بنابراین حتی در کشور ما و طرف توتی نگه میداره، چون هرچی دلش میخواد تکرار کنه به او میگه، اون همون چیزی که این دوست داره رو تکرار میکنه، دقیقا دوست داره چیزی که خودش میخواد رو بشنوه. مینا نگه میداریم و یا سایر چیزها، حتی بعضی وقتا مار نگه میدارن و هر کدوم از اینا از لحاظ روانی و روحی جوابگوی یک نیاز عاطفی و احساسی افراده. روز عشق، ولنتاین، روزی که تمام قلب ها میتپد آقا و بازار داغ شده و نگاه ها فرق کرده، صحبت ها فرق کرده. یکی از حافظ، یکی از سهراب سپهری، یکی از شاملو، یکی از نیمایوشیج، یکی از این ور، یکی از اون ور، یه تیکه هایی درست کردن، آماده کردن آقا به خورد هم دیگه بدیم و به هم بگیم، اینو بدیم اونو بگیریم و عشقمون رو نشون بدیم. اما عشق چیه؟ دوست داشتن چیه؟ عشق چیه؟ من آماری رو تهیه کردم از جای بسیار موثقی است و اون این که دخترها و پسرها برای دوست شدن حداقل 4 معیار دارن و این 4 معیار رو در زندگیشون اگر طرف مقابل داشت، اینها مطمئنن با او دوست میشن، چه دختر چه پسر. معیار اول اینه که مطابق سلیقه‌ام باشه. اولین چیز اینه، سلیقه من. اگه پسر خوشتیپ باشه، خوشکل باشه، زیر ابروشو برداشته باشه، اگر دختر هست خوشکل باشه، نمیدونم ستاره هالیوودی باشه، قیافش اینطور باشه، موهاش اونطور باشه،
زلفش اینطور باشه و نگاهش اینطور باشه. این اولین دلیله. دلیل دوم میگه که رفع نیازامو بکنه. حالا چه دختره چه پسره، میگه رفع نیازامو بکنه برای نیازهای من. نیازها حالا فقط جسمی نیست، حتی عاطفی، نیازهای دیگر و حتی اگر کاری برنامه است و غیر است. سومین دلیلی که دختر یه پسر رو قبول میکنه و پسر یک دختر رو قبول میکنه، میگه هماهنگ با فکرم و خواستم باشه. فکرم و دیدگاهم، اونطور که نگاه میکنم. اگه اهل موسیقی هم اهل موسیقی باشه، اهل شعر هم اهل شعر باشه، اهل نمیدونم نشستن هم نشستنی باشه، بلند شدن هم بلند شدنی باشه، به هر حال اسپورت ورزشه، بالاخره اینها رو با من هماهنگ باشه و فرهنگ زندگیش به فرهنگ زندگی من بخوره. و چهارمین علتی که دوست دختر دوست پسر انتخاب میشه به خاطر این که به من تفریح میده، منو آرامم میکنه، لذت میبرم. اصلا نگاهش، برق نگاهش، باور کنید نگاه که میکنه، چشمم تو چشمش میخوره، تمام این کوه یخ آب میشه آقا، براه میفته مثل مواد مذاب، کوه آتش فشان و چنین میشه و چنان میشه. و به خاطر این چهار دلیل دنبال این پسر میرن، دنبال این دختر میرن. از این 100% که اینطور جمع میشن، 99 ممیز 99 یعنی 99% ممیز 99 تاش قطع میشه. بعد از 2 سال 1 سال قطع میشه و فقط 1 دهم 1 درصدش به ازدواج کشیده میشه که اونم باید دیگه کسوف و خسوفی بشه که این ازدواج با 1000 تا حرکت بتونن بیستن. خب اینم از اون. اما از این 99 ممیز 99 درصدی که قطع شده، 98 درصدش به وسیله تلخکامی و به وسیله خیانت و به وسیله ضربه های روحی عمیق ایجاد کردن از هم جدا میشن و فقط 2.5% یا 3%ش با سلامتی. آقا تو راه خودت، من راه خودم، تو به دین خودت، من به دین خودم، تو برو منم میرم، کاری به هم دیگه ندارن، خداحافظی میکنن. اما 97% و ممیز 90ش چی هستن؟ با تلخی و با ناراحتی میرن. و اینجاست که اینها چون بنا به این 4 دلیل همدیگر رو انتخاب کردن، بنا به همین 4 دلیل هم همدیگر رو رد میکنن. و اسم این عشق نیست، اسم این خواسته است. دوستش داره، نه اینکه عاشقشه. مسئله عشق با دوست داشتن رو اگر جدا کردیم، ازدواج های مبارکی داریم، دوستی های مبارکی داریم. خطر دوست دختر و دوست پسر گرفتن این نیست که یه بسیجی شما رو ببینه و بگیرتون. خطر دوست دختر و دوست پسر این نیست که شما رو بگیرن، شناسنامه بخوام به بابات بگن، داداشت بفهمه با اون سبیلاش. خطری بزرگتر از داداش سیبیلو و بسیجی و غیره و کمیته و نهی از منکر وجود داره و اون خطر اینه که شما سرنوشت آیندت رو قربانی این حرکت و این اشتباه بکنی و ازدواجی بکنی که توش 1000 خطر هر لحظه امکان نابودی است. دختر عزیزم، پسر عزیزم، حقت عاشق بشی، حقته، هیچ کی نمیتونه این حقو از شما بگیره. باید عاشق بشی، لذت ببری، عشق بکنید، عشق بریزید، آه داشته باشید، بله دنبال شعرهای شاملو و اینام برید، اما مواظب باشید که مسخ نشید، مواظب باشید که کور نشید، بلکه چشم باز و نگاه کنید. کلام خدا در مورد عشق صحبت میکنه. میبرم شما رو به اول قرنتیان فصل معروف و مبارک 13. اول قرنتیان رساله بسیار مهمیه که عشق رو برای ما تفسیر میکنه. عشق رو دنیا تفسیرهای زیاد کرد، اما کلام خدا هم
تفسیری داره و من نگاه میکنم به این و این رو برای شما میخوانم. اول قرنتیان فصل 13، اگر به زبان مردم سخن بگویی و به زبان فرشتگان سخن بگویی اما محبت و عشق نداشته باشی و در زندگیت عاشق نباشی، مثل نحاس صدا کننده و سنج فغان کننده هستی. سنج فغان کننده، دیدید این سنجا رو به هم میگن بنگ بنگ بنگ، اگر عاشق نباشی، اگر نبوت داشته باشی، نبی باشی، از طرف خدا نبوت کنی و جمیع اسرار عالم رو بدانی و ایمان کاملی داشته باشی که بتونی کوه ها رو منتقل کنی، اما عاشق نباشی و عشق نداشته باشی، هیچی نیستی. این انجیل ها، من راجع به کتاب رومئو و جولیت صحبت نمی کنم، اینا گفتار فروغ فرخزاد نیست، اینا انجیله راجع به عشق، بله، نمایشیش نیست. عیسی مسیح عاشق داره اینا را میگه. اگر جمیع اموال خود را صدقه بدهی و تمام بدنت را بگذاری که سوخته بشود اما عاشق نباشی، هیچ سودی از زندگی نمیبری. عشق حلیم است، عشق مهربان است، عشق حسود نیست، عشق کبر و غرور ندارد، عشق اطوار ناپسندیده ندارد، عشق نفع شخصی خود را طالب نمی شود، عشق سوء ظن ندارد، عشق خشم نمی گیرد، عشق از ناراستی خوشبخت نمی شود ولی با راستی شادی می کند، عشق صبر می کند. آها، عشق صبور است، صبر میکنه، نه اون سنگ صبور ها، سنگ صبور یعنی راهی ندارم، اما در اینجا قصه سنگ صبور رو بخونید ببینید چه فجایعی است. ولی این مسئله تحمله. من میخوام در چند جلسه در این رابطه صحبت کنم، چون که من ایمان دارم که زناشویی مثل قطاری است که بچه ها داخل این قطارن و این یک مقصدی رو داره میره، و اگر این ریل زناشویی، یعنی دو تا ریل، البته بعضیا یه ریل و سه تای دیگه چهار تای دیگه است، من نمیدونم اونا چه جور قطارشون رو راه میبرن، اونا زناشویی نیست. زناشویی واقعی مثل آدم، مثل انسانی که خدا آفریده، یه زن یه مرده، و در این قطار روی دو تا ریل راه میره، و اگر این ریل ها از ابتدایی که میذارن با مهندسی طراحی درست سر فاصله های درست جاشون مشخص بشه، درست برن جلو، یعنی از همین چشمک ها، یعنی از همین دوستی ها، یعنی از همین تلفن و آلاویو گفتن ها و ولنتاینز گفتن ها و سایر چیزها، از همینجا این درست بره، این قطار تا به ابد سالم و درست خواهد رفت. ما یه وقت همدیگر رو دوست داریم، دوست داریم آقا، دوست داریم، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، زیبایی رو دوست داریم، خواننده رو دوست داریم، شما هم خواننده رو دوست دارید، میرید پیشش، میرقصید، میخندید، شادی میکنید، ولی عاشقش که نیستید که. مرزیست بین عشق و بین دوست داشتن. دوست داشتن همونه، سلیقه من باشه، خواسته من باشه، نیاز من باشه، شادی های من باشه، اگر این بود من باش ازدواج، من باش دوستی برقرار میکنم، کفه، موقت، لحظه است، و این لحظه سایر چیزها رو نابود میکنه. پس منتظر باشیم که خدا با قلب ما صحبت کنه. اون غریزه بود، اون خواسته بود، دوست داشتن بود، و مبادا دخترم، پسرم اشتباه کنی، اون چیزی رو که دوست داری فکر کنی عاشقشی. عشق با دوست داشتن دو ماجرای جداست. من همه رو دوست دارم،
ولی فقط عاشق زنم هم. شما همه رو دوست داری، فقط عاشق شوهرتی، فقط عاشق زنتی، فقط عاشق ما. قلب ما به وسعت یک نفر و یک بار عاشق شدن آفریده شده، و این رو سالم عاشق بشید، فنی عاشق بشید، حرفه‌ای عاشق بشید، تا بفهمید که عشق اونقدر هم سوز و گداز نداره. لذت عشق بالاست. عشق بالاتر از نبوت ها، بالاتر از ایمان ها، بالاتر از هر چیز در انجیل به من و شما معرفی شده. میگه میتونی نبی خدا باشی، نبوت کنی، اگر عاشق نباشی و عشق نداشته باشی، کلام خدا میگه هیچ فایده ای نداره. سنج فغان کننده، به زبان فرشته ها صحبت کنی، عاشق نباشی، هیچ فایده ای نداره. حتی اگر بدنت رو، زندگیت رو تقدیس کنی و تقدیم کنی به مردم، آقا بیایید موقوفات ببرید، همه چیز رو بدید به یتیم ها و فلان، ولی عشق توش نباشه، کلام خدا میگه فایده ای نداره. پس بنابراین من شما رو دعوت میکنم به خدای عشق، به خدایی که عاشق است، به خدای محبت، به عیسی مسیح. قلبتون رو بسپارید و عاشق بشید، با عشق زندگی رو ادامه بدید و نه با دوست داشتن. در برنامه بعدی من این موضوع رو کاملا برای شما باز میکنم و میریم تو این مسئله چطور عاشق باشیم، که من میدانم البته شما چطور عاشق میشید، که عاشق شدید بارها، که چطور کلام خدا عشق واقعی رو برای ما تفسیر میکنه. فیض خدا با شما باشه. روز عشق بر شما و بر همسرتون و دوستتون مبارک باشه. خدا نگهدار شما. پروردگار مهربان، دارم به دل عشقت نهان، نه بحر اجر آن جهان، تنها تو را خواهان، نه شهرت و جاه و جلال، نه زندگی بی زبان، بل عشق تو ای بی مثال، خواهم تو را از دل و جان. توی آن مهر عظیم در دل بیران درم، توی آن نور جهان، گشتگی از دیده پنهان، توی آن مهر عظیم در دل زنده ام بهر تو ای امید نهان، زنده ام تا ابد ای پدر مرا بخوان، مهرم نه از بیم غاب، نه بهر امید سوار، خواهم دهم مهرت جواب، دادی مرا بسی تاوان. توی آن مهر عظیم در دل بیران گران، توی آن نور جهان، گشتگی از دید پنهان، توی آن مهر عظیم در دل
دوستان، من امیدوارم این برنامه باعث برکت و بنای شما عزیزان شده باشد. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با شماره تماس 201-638-98-98-98 و همچنین با ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در ارتباط باشید. همگی شما را به آغوش خداوند ازلی و پرجلال می سپاریم.